به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای من را نیز با دوستان خود شریک سازید. روزنامه 8 صبح. عبدالهادی ارغندیوال به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. وحید عمر ریاست جمهوری در توییت اعلام کرد آقای ارغندیوال بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است. او نوشته است سلسله تعیینات اعضای جدید کابینه ادامه خواهد داشت و بعد از تکمیل شدن کابینه آنها به گونه جمعی غرض اخذ رأی اعتماد به اولسی جرگه شورای ملی معرفی خواهند شد. همچنان فهیم توخی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است تازه ارغندیوال به صفت نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه مقرر شد. آغاز سلسله تقرر وزیران کابینه چه پیامدی دارد؟ عکس‌العمل تیم دکتر عبدالله چه خواهد بود؟ این در حالی است که ارگ گفته بود کابینه جدید به زودی تشکیل می شود. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی از تشکیل قریب الوقوع کابینه جدید خبر داده است. با گزارش اسپوتنیک وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک میگوید که در جریان 3 هفته گذشته بیشتر روی مبارزه با کرونا در کشور تمرکز شده و کمتر در مورد تشکیل کابینه جدید کار صورت گرفته است. آقای عمر که اخیراً در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت زمانی که محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور مراسم تحلیل برگزار کرد تمام بحثا در مورد سیاست و صلح بود، اما با گسترش کرونا در کشور بیشتر نیرو صرف مبارزه با این ویروس شده است. او همچنان گفت که هنوز هم وقت زیاد نگذشته و کابینه جدید در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. عمر افزود در 2-3 هفته گذشته یک قسمت زیاد نیرو و وقت ما وقف مبارزه با کرونا شد و این تا زمانی که یک خطر جدی باشد طبعا که وقت ما تقسیم می شود، اما چیزی که می دانیم این است که به زودی کابینه را می سازیم. آنقدر وقت نگذشته است. اشرف غنی در 19 اُحد روزی که در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیل برگزار کرد گفت که تا 2 هفته آینده با کابینه باقی مانده از حکومت وحدت ملی کار می کند و پس از آن کابینه حکومت جدید را ایجاد میکند. این هم یک خبر دیگر. افغانستان روند آزادی زندانیان طالبان فردا آغاز نخواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند آزادی زندانیان طالبان آنچنان که قبلا گفته شده بود فردا 31 مارچ آغاز نخواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی این اداره روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است که طالبان روز گذشته در یک کنفرانس ویدیویی توافق کردند تا هیئتی را برای بحث روی موارد فنی بیشتر با دولت به کابل بفرستند. آقای فیصل اما زمان دقیق سفر هیئت طالبان به کابل را مشخص نکرد. گروه طالبان تا کنون در این مورد آغاز نشدن روند آزادی زندانان از فردا اظهار نظر نکرده، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به بی بی سی درباره هیئت این گروه که به کابل قرار است سفر کند گفت احتمالاً شمار اعضای این هیئت از آنچه که قبلا در نظر بود کمتر شود. در همین حال اداره شورای امنیت ملی افغانستان از برگزاری 3 کنفرانس ویدئویی گروه نخست تماس صلح دولت با اعضای سیاسی گروه طالبان و مسئولان کمیسیون زندانیان طالبان خبر داده است. این اداره شب گذشته با انتشار یک اعلامیه نوشت قرار است که هیئتی از گروه طالبان با حمایت سازمان صلیب سرخ به کابل آمده و با دولت افغانستان در مورد آزادی زندانیان گفتگو کند. در این اعلامیه آمده است که دولت از این هیئت در بگرام میزبانی خواهد کرد. شورای امنیت ملی در ادامه گفت که نمایندگان سفارت آمریکا، وزارت خارجه قطر و صلیب سرخ نیز در این کنفرانس حضور داشتند. این در حالی است که دولت افغانستان گفته بود تا پایان ماه مارس در مرحله اول 100 نفر از زندانان طالب را آزاد خواهد کرد. توافق بر سر آغاز روند آزادی زندانان طالبان از 31 ماه مارس 3 روز قبل در دومین نشست ویدئویی طالبان و دولت افغانستان صورت گرفت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از این نشست گفت
آزادی زندانیان در این تاریخ عملا آغاز خواهد شد و آنها برای تصدیق زندانیان خود یک هیئت را به زندان بگرام خواهند فرستاد تا رهایی زندانیانشان مطابق فهرست داده شده انجام شود. قرار بود هیئت گروه طالبان دو روز قبل به کابل سفر کند و با دولت در مورد آزادی زندانیان این گروه گفتگو کند، اما این سفر به زمان نامشخص به طریق افتاد. رهایی 5000 زندانی طالبان از زندانهای دولت افغانستان بخشی از توافقنامه امریکا با طالبان است. قرار است بر اساس این توافق همچنین 1000 زندانی دولت افغانستان از بند طالبان آزاد شوند. این روند زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی صلح و آتش بس مهیا می کند. فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای رهایی 5000 زندانی طالبان به تاریخ 20 اوت یک روز پس از مراسم تحریفش صادر شد. در این فرمان آمده که در مرحله اول و قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی رهایی 1500 زندانی طالبان روزانه 100 زندانی با توجه به سن وضعیت صحی و مدت حبس باقی ماندهشان آغاز خواهد شد. آقای غنی گفته که همه زندانیان پیش از آزادی باید در یک تعهد نامه کتبی تضمین دهند که دیگر به صفوف جنگ باز نخواهند گشت و از همه آنها مشخصات بایومتری گرفته خواهد شد. به اساس فرمان آقای غنی بعد از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان هر دو هفته به تعداد 500 تن زندانیان طالبان که مجموعاً به 3500 نفر میرسد مشروط به اینکه سطح خشونت ها به طور چشمگیر کاهش یابد رها گردند. ادامه چانه‌زنی ها برای حل بحران سیاسی میان غنی و عبدالله عبدالله. ریاست جمهوری کشمکش های سیاسی را در کشور بسیار جدی نمیداند و میگوید که تلاش ها برای حل این مشکل سیاسی ادامه دارند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در روز دوشنبه میگوید که گفتگوها برای پایان بحران سیاسی میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله همچنان ادامه دارند. مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌افزاید که رئیس جمهور بیشتر مصروف کار برای رسیدگی به ویروس کرونا در کشور است. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی گفت صحبت‌های وجود دارد. کسانی در یک جا می‌نشینند، صحبت می‌کنند، کسانی در جای دیگر صحبت می‌کنند. حکومت هم، رئیس صاحب هم با کسانی می‌بیند و صحبت می‌کنند. اما یک کشمکش که من آن را بحران بنامم، این طور یک چیزی وجود ندارد. اما طبعاً تلاش از هر طرف وجود دارد. امید میسم سخنگوی دکتر عبدالله عبدالله نیز از ادامه تلاش‌های سیاستگران برای پایان کشمکش‌های سیاسی میان غنی و عبدالله سخن می‌زند و بر تشکیل یک حکومت فراگیر و همه‌شمول تاکید می‌ورزد. امید میسم سخنگوی دکتر عبدالله عبدالله گفت تلاش‌ها در سطوح مختلف جریان دارد. ما امیدوار هستیم که بالاخره از رهگذر تفاهم به یک حکومت همه‌شمول و فراگیر با در نظر داشت آرای واقعی مردم دست پیدا کنیم. کسان نزدیک به عبدالرب رسول سیاف میگویند که آقای سیاف، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، کریم خلیلی و محمد یونس قارونی یک شنبه شب در دیدار با آقای عبدالله عبدالله بر حل تنش‌های سیاسی تاکید کردند. داوود کلکانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، گفته است تلاش‌ها به خاطر توافق بین رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله عبدالله از طرف استاد سیاف و آقای کرزی جریان دارد و مذاکرات خوب پیش می رود. امید به این است که به یک نتایج مطلوب برسند. شما را از آگاهان سیاسی ادامه بحران سیاسی برخواسته از اعلام نتایج انتخابات را بر روند گفتگوهای صلح اثرگذار می دانند. موسی خان اکبرزاده، والی پیشین غزنی، گفته است که استاد سیاف محترم کرزی از وزیر خارجه امریکا، از ترامپ، اردوغان، پوتین و از همه کرده در دنیا اینان کسانی هستند که به خوبی کشور فکر می کنند و می خواهند که منصفانه یک فیصله شود. فضل رحمان اوریا، آگاه امور سیاسی، گفت نیاز بر آن است که بخاطر تامین منافع ملی کشور یک اجماعی سیاسی در سطح کابل به وجود بیاید و منافع ملی را تضمین کنند و اگر سیاسی متحد نشوند طالبان خواهند آمد و همشان را جروب خواهد کرد. با اینکه رئیس جمهور غنی در مراسم سوگندش تاکید کرده بود تا دو هفته دیگر کابینه تازه را معرفی خواهد کرد و برای بهبود زندگی مردم تلاش خواهد کرد، اما تا کنون کابینه معرفی نشده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعد این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید.
این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، الله یار و مدد کار همه‌تان.